برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در چند روز اخیر تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان دچار نوعی از بیماری یا مسمومیت شدند و با بروز علائم و مشکلات گوارشی به بهداری دانشگاه و مراکز بهداشتی شهر اصفهان مراجعه نمودند. در همین راستا سید علی میر محمدی میبودی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان شمار دانشجویان مبتلا به بیماری یا مسمومیت در این دانشگاه را طی 48 ساعت گذشته بیش از 270 نفر اعلام کرد و گفت از صبح چهارشنبه گذشته تعدادی از دانشجویان بیمار شدند و دلیل آن نامشخص است. هنوز مشخص نشده که علت این اتفاق بیماری ویروسی است یا مسمومیت غذایی، اما بر اساس آزمایشات انجام شده منشأ این بیماری از آب نیست. ساخت مساجد و مدارس دینی در مناطق مختلف افغانستان به یک رقابت و همچشمی میان فرماندهان و مسئولان سنی های تندروی طالبان تبدیل شده است. گفته می شود هر فرمانده طالب حالا تلاش می کند که در ولایت یا ولسوالی خود یک مدرسه دینی بنا کند. به گفته برخی از تاجران، طالبان از آنها برای ساخت این مدارس پیوسته پول طلب می کنند. نیروهای امنیتی ترکیه در جریان یک عملیات امنیتی علیه سنی‌های تندروی داعش و القاعده در بزرگترین شهر این کشور نزدیک به 20 مظنون را دستگیر کردند. مقام‌های امنیتی استانبول در چارچوب تحقیقات خود 20 آدرس در 12 منطقه این استان را مشخص کردند که افراد مقیم در آنها با اعضای شرکت کننده در برخی عملیات در مناطق درگیری یا افراد در تلاش برای عبور به مناطق درگیری یا تهدید کننده امنیت ملی در ارتباط بودند. جواد تاجیک مدیر عامل سازمان بهشت زهرا سلام الله علیها در جلسه شورای مدیران سازمان از افتتاح اولین آرامستان جدید تهران تا 6 ماه آینده خبر داد. وی درباره توسعه زیرساخت‌ها و اقدامات عمرانی در بهشت زهرا گفت موضوع سایر آرامستان‌ها و توسعه آن در دستور کار است. برای ایجاد آرامستان‌های جدید نیز اقدامات خوبی در حال انجام است. وزارت بهداشت یمن در دولت صنعا از سازمان ملل متحد خواست به وظایف خود به منظور توقف تجاوز، رفع محاصره و صدور مجوز ورود دارو و تجهیزات پزشکی برای نجات جان بیماران عمل کند. وزارت بهداشت یمن هشدار داد که بیش از 5000 بیمار مبتلا به نارسایی کلیه در صورت قطع جلسات دیالیز به دلیل تمام شدن دارو و محلول‌های ویژه آنها با خطر مرگ روبرو هستند. حسینی امام حسن مشتبه علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزله در شهر استکهلم کشور سوئد هر هفته میزبان ده‌ها تن از شیعیان و ارادتمندان به خاندان اسمل و طهارت علیهم السلام است. مؤمنان این شهر با حضور در مراسم هفتگی این حسینیه از برنامه‌های مختلف دینی از جمله تعلیم قرآن کریم، قرائت دعای توسل و زیارت مقدس عاشورا، مراسم توسل به اهل بیت علیهم السلام و سخنرانی توسط حجت الاسلام و المسلمین شیخ زکی بیاتی بهره‌مند می‌شوند.